همکارم مریم رحمتی از نیویورک همراه ماست. مریم، از جزئیات برگزاری نشست امروز شورای امنیت بیشتر برای ما بگو. خب ریان، عدم تصویب این قطعنامه در شورای امنیت یک شکست بزرگ برای آمریکا بود، چنانچه که مقام‌های بلندپایه آمریکا از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل در مورد تصویب این قطعنامه ابراز امیدواری کرده بودند، چنانچه که بیش از یک ماه بود که مذاکرات بر روی پیشنویس قطعنامه در جریان بود و حتی دیروز تا ساعت 5 بعد از ظهر هم پشت درهای بسته اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این مورد مذاکرات رو ادامه دادن. اما ساعتی قبل این رأی‌گیری برگزار شد. 11 کشور رأی موافق دادن، 3 کشور رأی مخالف و 1 کشور هم رأی ممتنع. روسیه و چین از حق وتو خودشون به عنوان عضو دائم سازمان ملل، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل استفاده کردند و الجزایر هم به عنوان تنها کشور سلمون عضو شورای امنیت به این قطعنامه رأی منفی داد. باید بگم که این قطعنامه خواستار توقف یا آتش‌بس فوری در غزه بود در جریان ماه رمضان به مدت 6 ماه و همچنین ارسال بیشتر کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه به شرط اینکه گروگان‌ها در واقع آزاد بشن. یعنی که ایالات متحده آمریکا آتش‌بس فوری در غزه رو مشروط کرده بود به آزادی گروگان‌ها و همین موضوعی بود که روسیه بهش اشاره کرد و گفت که باید اعضای شورای امنیت به این قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در واقع رأی مخالف بدند. همچنین وسیلی نبینزیار نماینده روسیه در سازمان ملل گفت که در 6 ماه گذشته همواره قطعنامه‌های شورای امنیت که خواستار آتش‌بس فوری در غزه بودن از سوی آمریکا وتو شدن و حالا به یک باره ایالات متحده آمریکا از خواب بیدار شده و خواستار آتش‌بس در غزه هستش و او گفت که همچنین این پیشنویس قطعنامه‌ای که از سوی ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت آورده شده چراغ سبز نشون میده به اسرائیل که بتونه به رفح حمله بکنه و او همچنین متهم کرد ایالات متحده آمریکا رو که این یک سیاسی کاری هست این پیشنویس قطعنامه و میخواد رای دهندگان رو در انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فریب بده تا بتونه رأی بیشتری دولت بایدن جمع بکنه. اما لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا تاکید داشت که این قطعنامه شورای امنیت همزمان میتونه به مذاکرات توافق بر سر آتش بس در غزه که در قطر در جریان هست میان مصر ایالات متحده آمریکا و همچنین قطر کمک بکنه تا بتونن اسرائیل و در واقع حماس توافق بکنن در این مذاکره. همچنین باید اضافه بکنم که امروز بعد از ظهر احتمال میره که 10 عضو غیر دائم شورای امنیت یک پیشنویس قطعنامه دیگری رو به سازمان به شورای امنیت سازمان ملل بیارن برای آتش‌بس فوری در غزه که این خبر هم بسیار مهم است و ما تلاش میکنیم که آخرین گزارش ها رو در این مورد هم به شما برسونیم. حتما با شما خواهیم بود. ممنونم همکارم مریم رحمتی، نیویورک.